ای خلاصه نو سر بله بفرمایی الو زرکشکن من تو این اتاق حوصله‌ام سر رفته آیا در این هتل چیزهای دیگری هست؟ سالن ورزش داریم که مهمونمون میتونن ازش استفاده کنن بی خیال بابا نمیخوام دارم برنامه ورزشی میبینم همینجوری بستمه دیگه چی داری بگو اینم استخرم داریم جناب سرپوشیده است گل بگیر درشو من شنا بلد نیستم دیگه زمین بازی بچه ها هم داریم زمین بازی میخوام چه کار مگه من بچه هم تازه از دست شیشتاشون خلاص شدم خب بنال قطع کن اصلا نخواستم حسنم رو سر بردی نه فیلیس تو هم دیگه خودتو ناراحت نکن بالاخره یه اتفاق میفته تو دادگاه باید موفق بشی حتما موفق میشه نگران نباش شب بخیر خوش اومدی جمیل چه خبر فیلیس طولای طوفان سلامتی جمیل تو چه خبر سلامتی ممنون که اومدی یکم قدم میزنیم صحبت میکنیم باشه بریم قدم بزنیم خیلی خوب پس ما هم دیگه بریم باشه عزیزم خدا من پالتامو بردارم بیا باشه دختر بسته دیگه اینجوری به طرف نگاه نکن ای بابا هیچ وقت از این جمیل خوشم نیمد خیلی گوش تلخی هرچند ما رو از اون هتل نجات داد ولی خوشم نمیاد ازش نجات داد اونم چه نجاتی آره مردم از خستگی میگم آتولای این یارو چجوری یهو نظرش عوض شد من که گفتم مهر پدریه طاقت نایی بردی آخه فکری پدر بودن سرش میشه چه میدونم من برم دوش بگیرم شاید خستگیم در بره باشه عزیزم عزیزم میشه یه چایی بذاری آره میذارم دست درد نکنه تو برو تا بیای آماده است عزیزم شیرینی هم میگیری؟ باشه الان میرم میگیرم بله کار تو بود نه؟ مگه چی کار کردم؟ فکریو میگم تو رازیش کردی؟ چی کار کردی؟ جان من چه پیشنهادی بهش دادی که یارو زیر بار رفت ها؟ باور کن من پیشنهادی ندادم باشه منم باور کردم ولی باریش یه چیزی بگم واقعا مردی خدا مردی الو باریش بچه ها شما باشید بعدا صحبت میکنید باشه باشه خیلی خوشحال شدم فلیس آقا فکری کار درست انجام داد راستش ما هم تعجب کردیم خب پس فقط دادگاه مونده آره با کمک تو تو اصلا نگران اون نباش جمی قبل از دادگاه باید یه مراسمی مثل نامزدی چیزی بگیریم که تو درا همسایه بپیچه واسه اینکه بیان تو دادگاه شهادت بدن لازم باشه باشه حتما میگیریمش باشه من با داداش طوفان حرف میزنم که خیلی هم هزینه نداشته باشه تو به اوناش فکر نکن ردیفش میکنی مامانم چی؟ فردا بیاد خواستگاری یا نه؟ وای نه بابا نیازی نیست دیگه اونقدر واقعی باشه گفتم که فقط واسه این که همسایه ها بفهمن باشه درسته واسه این که مامانم در جریان باشه گفتم آها ممنون جمیل خیلی ممنونم تو خیلی خوبی
رفیق، یکی به اسم موزی تو حیات منتظرته. موزی؟ آره، دختر خوبی هم هست، آشناتونه؟ نه، من که آشنایی چیزی ندارم اینجا. بی خیال بابا نپیچون، اگه آشناتون نباشه که تا اینجا نمیاد. زیادم طولش ندین، سعی کن تو چشم نباشین که مربیا گیر میدن. ما رفتیم داداش. موزی، اینجا چی کار میکنی؟ دیوونه شدی؟ بیا بیا بودو دیگه، بودو بیا اینجا، بیا. اومدم تو رو ببرم. چی؟ دو تا بلیط دارم، میریم کنسرت. کنسرت همون گروهی که خیلی دوستش دارم، کنسرت مرلین. داری جدی میگی؟ چه جورم، اون دوستت به نظر خوب بود، کمکت میکنه نه؟ من نمیتونم بیام خواهر برادرمو نمیتونم ول کنم آخه که. خیلی خوب باش. میگم راستش اونا که رفتن بخوابن. خب پس میام میام برم به دوستم خبر بدم، بعدش باهات میام، البته اگه اشکال نداره. پس باشه، منتظرم. بودو زود باش. باشه پس. آخه ما چطوری از اینجا بریم بیرون؟ هوا خیلی سوز داره. وقتی بچه بودیم با رحمت خیلی برف بازی میکردین. یه بارم یادم برفی خیلی بزرگ درست کردین. هیچ وقت یادم نمیره، مگه نه؟ فلیس؟ فلیس؟ چیه تو فکری؟ آره خیلی ممنونم جمیل. اختیار داری چه حرفیه؟ شب بخیر. شب بخیر. آقا فکرت، هم اینجا تشریف دارن. خدایا صبر بده. به چی نگاه میکنی؟ نیومدی پایین؟ گفتیم بهت سر بزنی. تو هم که از من میترسی. من از چیه تو باید بترسم؟ اصلا تو کی هستی؟ بیا تا نشونت بدم من کیم. نه نمیام. نه یا میترسی دیگه، مرغ ترسو. من فکرت مرغ ترسو هم. یالا برو تو اتاقت، برو. نمیدونید گفتم برو تو اتاقت، برو زود باش. فکرت واسه چی همچین کاری کردی ها؟ خانم از وقتی من اومدم هی به من پیله میکنه. ما اینجا از این کارا خوشمون نمیاد فکرت. اگه یه بار دیگه تکرار بشه خیلی بد تنبیه میشی. ببینم ایت تو ابرو داره خون میاد ها؟ وایسا وایسا ببینم وایسا. آی خدا، برو زود دست و صورتتو بشون، بعدش هم برو درمونگاه که پرستار ببیندت. دیگه همچین چیزی نبینم فکرت، متوجه شدی؟ چی شده بسر؟ داداشم، داداشم کجاست؟ آه حکمت، رفته بیرون. بیرون؟ بدون اینکه به ما خبر بده؟ وایسا کجا میری؟ بهش کی نگو رفته بیرون. باشه نمیگه. آره بلیتش خیلی سخت گیر اومد. ولی گرفت. جمره؟ چطوری؟ سلام، خوبم موزی، تو چطوری؟ خوبم مثل همیشه. سلام.
سلام. حالت چطوره؟ خیلی ممنونم شما. ببخشید معرفی نکردم. حکمت نام زدم. فهمیدم. خوشبختم. ای یام، تو هم اینجایی؟ چطوری؟ خوبی؟ موزی؟ اینجا بیا. خیلی هیجان انگیزه. آره هیجان انگیزه. گیلاس کجاست؟ گیلاس رفت به اسمت سر بزنه. میخوای یکم صبر کن؟ نه نمیخواد. فکرت؟ پسر اینجا چی کار میکنی؟ چی شده؟ واسه بچه ها اتفاقی افتاده؟ ببینم بقیه کجان ها؟ ها؟ واسه کسی اتفاقی نیفتاده؟ نه برا خوبه. خب پس تو چرا اینجایی؟ مگه نباید پرورش که باشی؟ منو ببین. فکرت؟ داداش بری. خب خیلی خب. چی شده پسر؟ چرا گریه میکنی؟ فکرت؟ پسر کسی اذیتت کرده؟ چی شده؟ بذار ببینمت. فکرتی که من میشناسم اینجوری نمیشینه گریه کنه. چی شده؟ نه دیگه اونطوری نیست. خب پس چه جوریه؟ آبجیم خیلی تلاش کرد که آدم بشم. من بهش قول داده بودم، گفتم دیگه مثل قبل نمیشم داداش باریش. قول مردونه دادم.
آقا مگه میشه مرد سر خودش نمونه داداش باریش؟ نمیشه. اما بچه ها نزاشتن سر خودم بمونم. من اگه یکی هم دیگه تو خوابگاه بمونم میشم مثل اون بچه ها. الان شب شدم. یعنی کم کتکش زدی؟ اصلا نمیخوام مثل قبل بشم داداش باریش. گوشکان آروم باش. بسه دیگه، تو دیگه نمیتونی مثل قبل باشی، فهمیدی؟ همچین چیزی نمیشه. باشه تو دیگه مرد شدی، این چه حرفیه میزنی؟ تو بزرگ شدی دیگه، مرد شدی فکرت؟ به خواهرم و رحمت چیزی نگفتم که ناراحت نشن داداش باریش، فقط تو به فکرم رسیدی. داداش باریش تو پول داری، تو رو خدا برو از این پرورشگاه نجات بده. تو رو خدا به خواهرم کمک کن، برو از اینجا نجات بده. خیلی خوب باشه پسر، باشه نگم نموش، گرگه نکن. خیلی خوب آروم باش. ای پسر، مرد که گرگه نمی کنه. تازه خواهرت هم نمیذاره اونجا زیاد بمونی، از اونجا درت میاره. منم هر کاری بتونم برات انجام میدم. منو نگاه کن، منو ببین، ببین قول مردو نمیدم. باشه برا بلند شو، بلند شو، هوا خیلی سرده. یالا باشه ببینم، کاپشنت هم ببرن، بیا بریم. ای بابا، وای خیلی خوب بود. یکی از یکی قشنگ تر میزدن، فوق‌العاده بود. آره واقعا خیلی خوب بود. من زیاد میسه تو کنسرت نمیرم، ولی خیلی حال کردم، خیلی خوش گذشت. دمت گرم. تا حالا کنسرت کدوم خواننده رو رفتی؟ خب هیچ کس. یعنی چی؟ یعنی اولین کنسرتت بود؟ آره. با من اومدی کنسرت؟ آره. سی آبرو میرسشتی. تو الان چطوری میخوای برگردی؟ من نمیخوام اینجوری تنهات بذارم. گفتم که مامانم کرایه تاکسیمو داده، از همینجا سوار میشم میرم. خب باشه، پس برات تاکسی میگیرم، خوبه؟ باشه. دوست دارم زندگی رو. بفرم. خیلی ممنون. چیزه حکمت، خیلی خوش گذشت. ممنون. میبینم تا بعد. بیا تو موویز. خیلی خوب دیگه، اونجا داستان درست نمی کنی. باشه باشه، خواهرت همه چیو درست میکنه. منم طبق قولم هر کاری بتونم انجام میدم. قبوله؟ باشه. خب فکرت، تو به کسی نگو امشب منو دیدی. باشه؟ چرا؟ چرا؟ چون که اینجوری بهتره. همین، تو نگو دیدی، منم نمیگم از خوابگاه فرار کردی. امشب مثل یه راز بین خودمون میمونه. خیلی خب، زود باش تا کسی بیدار نشده. برو خونه بادو پسر. چطوری برم؟ یعنی چی چطوری برم؟ هر جوری اومدی همونطوری برو دیگه. چیه؟ بیا بابا بیا. شب بخیر پدر جون، میخواستم یه آدرس ازتون بپرسم. بله بفرمایید. آره بذارید از اینجا بگم. اینجا اون پشت یه مطب دکتر هست، درسته؟ دقیقا اون طرف. دلمونی چطوره؟ حکمت آبچی،
بیاییم بشینیم. بیا عزیزم، بیا اینجا، بیا اینجا بشین. خب شما چطوری؟ خوبی؟ خوبیم، تو نگران نباش. آبجی از وکیل خبری نشده؟ والا براتون خیلی خبرهای خوبی دارم. هفته دیگه دادگاه همه، به هم دیگه میرسیم. شانس برنده شدنمون بالاست. معلومه که بالاست. یه لحظه ببینیم براتون چی آوردم. اینو ببینید، از اینی که علامت زدم 5 روز بشمارید، بعدش به همی رسون. 5 تا. چی شد که بابا هزانت ما رو داد؟ من که نفهمیدم، گویا آقا فکریم چین یه سر قلبم داشته و ما نمیدونستیم. عشقم اصلا متوجه این ما واسه چی خوشحالی؟ ما الان چون بابا ولمون کرده خوشحالی. این خر حوصله‌ام سر رفته بابا. چطوره برم یه حمامی بکنم؟ آره فکری خیلی خوبه، این خرپولا ولا بشه تو هوا. سلام سر، انگار یه چیزی سر جاش نیست. دستاره این نست که خیس خورد شده، این نزده نوزاد کچولو مچولو. من بابام که انگار خواب رفته. پس چرا تو فیلم این آدم پول داره که ولو میشن، تو همون خرچیف میشن؟ خیلی خوب، مراقب خودتون باشین. بیا عزیزم. وای بیا ببینم ات عزیز دلم. حواستون به هم دیگه باشه. باشه حواسمون هست، نگران نباش. میدونم، واسه همین خیالم راحته. خیلی خوب. آه یادم رفت یه چیزی رو بهتون بگم. من و جمیل قراره با هم نامزد بشیم. چی؟ پس باریش چی میشه؟ عزیزم باریش چیزی نمیشه، این که واقعی نیست، به خاطر دادگاهه. آها پس اونجوریه. آره دیگه الکیه. خب جمیل پلیسه، شما رو راحت‌تر میتونیم بیاریم بیرون. گفتم خبر داشته باشین، بعد که شنیدین تعجب نکنین. باش عزیزاش. خیلی خوب، خدافظ. 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 بله داداش طوفان. سلام فلیس، کجایی؟ دارم از پیش بچه ها میام. چطور؟ خب پس دقیقا به موقع زنگ زدم. گوش کن ببین چی میگم. تو دنبال کار میگشتی که تو دادگاه بگی درآمد داری و بیمه ای، درسته؟ آره. برات یه کار پیدا کردم، گفتم بهت بگم. چه جور کاری؟ دیروز تو قهوه خونه داشتن حرف میزدن، یه شرکت ساختمونی منشی میخواد. آره امروز دوباره بحث شد، منم یادتو افتادم. داری جدی میگی؟ آره جدی میگم. زودتر برس. ببین فقط باید زودتر بری اونجا، منتظرت هستن. زودتر برو. آره آره آدرسم بفرست. آدرسم برات میفرستم، یعنی برات پیامک میکنم. باشه، ممنون داداش طوفان، لطف خیلی بزرگی بود. این چرفی، خواهش میکنم. فقط ببین بهم خبر بدی. باشه حاله داره میره. حالا دختره رو استخدام میکنم؟ استخدامش میکنم. دوباره نفس بگیر، نفس عالیه. دوباره آره نفس بگیر،
تا اینجا. دور آخره بعد پا میشیم. آره کارت خوبه بسر. آره جمعه کن. خیلی خوبه. سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟ با چی به من میخوای کمک کنی؟ برو به این ریخ و کمک کن که جونشون داره دماغشون میزنه بیرون. رخکن لباس اون سمته. اگه لباستون رو عوض کنیم بیاین خیلی بهتر. با چی باید لباسم عوض بکنم؟ من همینجوری راحتم، میخوام برم اون طرف از خودم. فهمیدم. اگه بخواین میتونین روی تردمیل ورزش کنین. تردمیل دیگه چه کوفتیه پسر. این دستگاه مال این بچه سوسولاست. من همینجا میخوام شنا سنتی برم. های من رکوردر شنا سنتی ام. 50 تا شنا تو یه دقیقه واسط میرم. تو هم واسم یه نوشیدنی بگیر. متوجه نشدم. میگه بوزی که متوجه نمیشی. شرط بندی میکنیم یکم هیجان انگیز بشه. چه نیازی به هیجانه؟ به خاطر ورزش باید این کارو انجام بدی. به خاطر سلامتی. تو قرن دود آهن سلامتی کجا بود؟ برابر منو ببینین، من اینجا 50 تا شنا سنتی برم تو یه دقیقه، کی واسم یه نوشیدنی میگیره؟ هن؟ برادر من، ما اینجا داریم ورزش میکنیم، لطفا داد نزن. بابا تو اشتباه اومدی، اونجا که داد نمیزنن کتاب خونه هست. اصلا تو برو هالتر تو بزن پهلون پنبه. این از کجا پیدا شده؟ یا بی سر و صدا کار کنه یا بره. چیه خوشگن، جا تو تنگ کردم ها؟ بیا شرط بندی کن دیگه، تو میتونی 50 کیلو با این بزنی ها؟ 50 کیلو واسه من هیچیه. نه مامان، چند کیلو بس میتونی بزنی؟ 60. چست باشه بلنکو ببینم. زود باش زود باش بینم. بجام پهلون پنبه بزن. تو دخالت نکن. بذار بزنم بره دیگه، آرامش واسه ما نذاشته تو سال. باشه در کمال آرامش بزن ببینم. بزن پهلمون. یه وقت فشار بد نیاد پا 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 بتره چی. شما بردی پهلو مربی از اون جف گیر میشی. بدش من ببینم. این شبل تو خالی میمونی. حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ داشتم خفه میشدم. ها شیما خانم جون، ببین پسر دایی واسه پودر لباس شویی و شیشه پاککار خریده؟ از اونایی که خیلی خوب تمیز میکنن برق میندازن. خیلی ممنون آقا فکری، خیلی مهربونین. اما اونجوری وای نستین، ساعتتون میشه، اینجا گرمه، زود باشین بیاین. بیا مامان جون خوبی؟ تو فکر بودم. خوش اومدی. خدایا تو ولش کن مامان، من تمیز. نه نه نه، آب تمیز بود، چیزی نیست، برش میدارم. این روزا یکم دلم گرفته. سلام آقای بلند. بله بفرمایی. من واسه مصاحبه استخدامی اومدم. آها بله، فیلیس خانوم، آشنای آقا طوفان، بفرمایی. بله خیلی ممنونم. فیلیس خانوم، از کی میتونین کارو شروع کنیم؟ مثلا دوشنبه خوبه؟ ببخشید، یعنی الان شما منو استخدام کردین؟ آقا طوفان از شما خیلی تعریف کردم، منم فکر میکنم میتونین این کارو انجام بدین. قراره دستیار مدیر فروشمون بشی، اون جزئیاتو بهتون میگه. اما شما رزومه منو دیدی؟ سابقه کار ندارم، زبان خارجی هم بلد نیست. مشکلی نیست، ما به آدم باهوش و متعهد احتیاج داریم، این مهمه. به نظرم کسی که میخواییم شماییم. خب پس من دوشنبه میتونم شروع کنم؟ البته، تبریک میگم. ممنونم، خیلی ممنون. بیمه فیلیز الیبول رو رد کنیم، از دوشنبه کارش رو شروع میکنه، زودتر کاری استخدامش رو انجام بدیم. خیلی خوب، خداحافظ.
آقا ساباش سلام. انجامش دادی؟ انجام دادم آقا ساباش. فیلیس خانم از دوشنبه کارشو شروع میکنه. بیمش هم رد کردم. مدارک دیگه‌ش هم داریم آماده میکنیم. خوبه، ممنون. راستی این دختر یکم گرفتاره، خیلی کار نریش سرش بشه. یعنی اگه مرخصی چیزی خواست موافقت کن. باشه، نگران نباشیم. باشه، بازم ممنونم آقا بلند. داداش یه چیزی بپرسم. بپرس داداش. حالا که خواهرم و جمیل با هم ازدواج میکنن، اونم میاد خونه ما زندگی کنه؟ ای بابا، این دیگه چه سوالیه؟ خب من که نمیدونم، ولی گمون نمی کنم، چون آبجی گفت فقط تا دادگاه. ایشالله که همین طور باشه، چون اصلا از جمیل خوشم نمیاد. منم ازش خوشم نمیاد. ای داده بیداد، مگه چی کارتون کرده؟ خب تا باریش هست کسی دیگر رو نمیخوام. باریش یه مرد واقعیه، یه دون از ماهه. نگوش کن تر خود چه حرفایی میزنه. این باریشی که داری ازش حرف میزنی، یادت باشه آبجیم و قال گذاشت و رفت. اون جمیلی هم که داری میگین واسه این که ما از اینجا خلاص بشیم داری تلاش میکنه، محصه اطلاعاتون. اینم درسته، ولی اما نداری دیگه. پاشین بریم، سرده. فکرت گیلاس پاشین. شما برین، من باید یه تلفن بزنم. باشه؟ به آبجی زنگ میزنی؟ نه، به دوستم زنگ میزنم. ببخشید آقا، من میخواستم یه تلفن بزنم. بله حتما، بفرمایید. الو؟ الو موزی، منم حکمت. حکمت چه خبر؟ چطوری؟ همه چی رو به راهه؟ رو به راهه، آره خوبه. من سنگ زدم که یه چیزی رو بهت بگم. اون گروهی بود که آهنگاشو برام فرستادی، یادت؟ آره. آهنگ سوم اون آلبوم خیلی قشنگ بود. من الان میخوام بهش گوش بدم. گفتم تو هم گوش بدی. خیلی خوب، باشه، منم الان گوش میدم. باشه، پس میبینمت. میبینمت. ممنونم آقا. خواهش میکنم. جدو زدمت. آقا فکری بنال، من دیگه باید برگردم سر کارم. وازیت کن بینیم بابا، یه دست بازی کریم خواهی در بری. ببین رفت خونه رو بستم. بجون 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 بجون
خوبه، درست بذار. آقای رئیس تو اینجا چی کار میکنی؟ زود برو سر کارت. زورت به این بیچاره رسیده؟ داره به یه مشتری بسیار محترم سرویس میده. چیه؟ آقای محترم توی لابی نمیتونین بازی کنین. Oyun salonunun dışına çıkmaz tavlı. O ne ya? Okul gibi. تو لابی نمیشود تخت بازی کرد. آنجا فقط باید با آدم‌پایی رفت. آسانسور فقط با کارت کار میکنه. خاک بر سرت. این چه وضعشه؟ آقای محترم ببینین اینجا یه هتل 5 ستاره است. اینجا نمیتونین مثل قهوه خونه بشینین و بازی کنین. بقیه مشتریامون اذیت میشن. چی؟ تو داری اذیت میشه فسقل؟ من داره بازی میکنم، پولی که نیست. بیا بشین اینجا. بیا بابا. ببین دیگه دارین آرامش اینجا رو به هم میزنین. تو سالن ورزشی هم دردسر درست کردیم. یکی از مهمونامون به خاطر شما مصدوم شده. به من چه ربطی داره؟ خودش یه حجف گیر شد. پهلمون پنبه فکر کرد میتونه 60 کیلو بزنه. باز بچه ببین اگه بخواین اینجوری ادامه بدین مجبور میشم که ازتون بخوام هتل رو ترک کنم. ببین چه کلی بازی در میاری سر یه بازی کردن ها بابا. پولشو دادم اصلا، دلم میخواد بازی کنم. هری بابا. آیچه خانم صورت حساب این آقا رو آماده کنیم. باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنه. همین الان آمادهش میکنم. چی شد؟ داری بیرونم میکنی؟ واسه یکم خوشگذرونی کردن این قرتی بازی ها چی آخه؟ همواره حق با مشتریست بزمچه. لطفا بریم بیرون، وسایلتون رو بعدم میفرستیم. چه؟ من با این لباس ها برم بیرون؟ خاک بر سرت که اینقدر بی لیاقتی با این سرویس دادنه. تقصیر منه که جای خوبه ول کردم با شدم اومدم تو این خراب شده. آخ شیما جان یه تار موی کنده داشت با هتل عوض نمی کنه. فورا بیرونش کنی. آش بابا نزدی که من بشی جیغ میزنم. دختر این کار خیلی خوب شده. آره به خدا واقعا خدا داداش طوفانو حفظ کنه. یهو به دادم رسید. دختر این شانس توه. انگار یه نیروی جادویی با آدم کمک میکنه، همه چی درست میشه. میبینی؟ ایشالله همینجوری پیش بره. پیش میره. نه ببین برای چی آماده کردم. وایسا دادان. وای وای طولای خیلی ممنون، خیلی لازم داشتم. من وقتی حقوق گرفتم یکی برای خودم میخرم، اینو بهت میدم باشه؟ از خریبازی در نیار، کجا بپوشمش؟ از کار قبلیم برام مونده. ببین کیفشم اینجاست. کاش یه بار بپوشیش ببینم نیاز به دوخت و دوز داره یا نه. نه بابا نمیخواد، چیزیش نیست. خوبه دیگه. خب لااقل کدش امتحان کن ببینیم فیلیس خانم کارمند چه شکلی میشه. بیا خوبه؟ فوق‌العاده است فیلیس. یه چیزی میخوام ازت بپرسم. بپرس. این جمیل باز خیلی دور و بر تو ها. چی میخواد ها؟ خب نتونستم باهات صحبت کنم. من و جمیل داریم نامزد میکنیم. چی؟ دختر اونجوری که نه، اونجوری نیست، به خاطر دادگاهه. وکیل گفت که باید با یکی که شاغل باشه و بیمه داشته باشه یه مدتی با هم باید باشی. فیلیز مزخرف نگو. چه مزخرفی؟ باریش چی میشه؟ کدوم باریش؟ مگه باریشی هم مونده؟ باریش دیگه نیست، غیب ایستاده. تو این شرایط بعد فقط جمیل کنار من بود. حتی بیچاره این قضیه نامزدی هم فقط به خاطر کمک به من قبول کرد. آره تمام هدفش اینه که بهت کمک کنه. یارو واسه این که پیش تو باشه داره جون میده. خب دیگه من برم، دست در. نه خیر عزیزم، هیچ جا نمیتونی بری. تا درباره این مسئله حرف نزدیم و حلش نکردیم هیچ جا نمیری. طولای چی رو حرف بزنیم و حلش کنیم؟ وضعیت مشخصه دیگه، کاریش نمیشه کرد. میگم چاره دیگه ای نداریم. میبینم ات، بازم ممنونم. Thank you.
سی نگران نباش. دختر خاله زونم، میدونم با من قهرین، اما من بدون شما نمیتونم حتی یه روزم دفون بیارم. دختر خاله اجازه میدیم بیافتیم؟ آقا فکری، منم خیلی دلم برای شما و کاراتون تنگ شده بود، اما نمیشه. خب من ازتون دلخورم. خب آخه چه میدونم؟ اگه شما ازم رو برگردونیم مثل شم آب میشم، یا بلکه دود شدم. چی میشه؟ میشکنم یه جورایی. خواهش میکنم اینجوری نگین، دور از جونتون. نه شیما خانم، عرض کردم میشکنم یعنی دود میشم، یعنی آب میشم. بابا دیگه نمیتونم سر پا بمونم، واسه همه خواهش میکنم شیما خانم جان دیگه با من قهر نکن. بیرون هوا سرد بود؟ شوز میمونم. خوش کردی؟ خوش بود. شما با اچابر شوالی گزار سجاق به بانی اپنه آدر اسمرسنیز. سلام. من با ریحان خانم قرار داشتم. ریحان خانم، انتهای راه رو دست چپ، اولین در روبروتون. باشه، ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. سلام ریحان خانم. سلام. ببخشید مزاحمتون شدم. چی شده فیلیس؟ واسه چی اومدی؟ میشه یکم صحبت کنی؟ این کارت قبل از دادگاه اصلا درست نیست. فقط 5 دقیقه. باشه، بیا بشین. خب گوشم با توه. گزارشی که دربارمو نوشتین اصلا خوب نیست. فیلیس، من هر چیزی که دیدم همونو نوشتم، نه کم نه زیاد. حق دارین، میفهمم، ولی من اومدم بگم که یه کار دائمی پیدا کردم. توی شرکت ساختمونی منشی شدم. با نامزدم هم داریم ازدواج میکنیم. فیلیس. ریحان خانم، من بدون خواهر برادرام نمیتونم، اونا بدون من نمیتونن. من برای اینکه اونا زندگی خوبی داشته باشن هر کاری که بتونم انجام میدم. اینو میبینم، اما بعضی وقتا کنترل بعضی شرایط از دست ما خارجه. وقتی موضوع خواهر برادرام، من هیچی نمیتونه منو خسته کنه. از دستم خارج نیست. ممنون که گوش کردین.
خواهش میکنم فیلیس، تو واقعا خیلی خواهر خوبی هستی. ممنون ریحان خانم. کی گزارش ما رو بهتون داده بود؟ این اطلاعاتو نمیتونم بهت بگم فیلیس. متوجه. اما تا من یه سر میرم بیرون میتونی پرونده‌ای که باز کردم رو نگاه کنی. الو. شب بخیر، خسته نباشین. من میخوام یه گزارش بدم خانم. بفرمایین، میشنوم. تو خیابون سیام یه خونه خراب است که 6 تا بچه توش زندگی میکنن. هیچ کس بالا سرشون نیست. نه مادرشون میاد خونه، نه پدرشون. بچه‌ها تو سرما موندن، بهشون دیدگی کنید. آخه چه وضعیه؟ چه اسمتونو بگین؟ نه، نمیخوام اسممو بگم. باشه، خیلی ممنون که ما رو در جریان گذاشتین. خواهش میکنم، من ممنونم که شما اینقدر خوب هستین و کار خیر میکنید. شبتون بخیر. خیلی ممنون دختر خاله جان. یه چیزی رو اقرار بکنم، تو سرویس دهی همه باید بیان جلوی شما درس پس بدن. نوشی جونتون. ممنونم جونی. در میزنم. خب این چیه خامش؟ ای پنیر. فیلیس عزیزم، حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبم خاله شیما، شما چطور؟ خوبم. یالا بیا تو. نه ممنون خاله شیما، بابام خونه، صداش میکنی؟ آره باشه صداش میکنم. آقا فکری؟ فیلیز اومده، با شما کار داره. ای بابا، اول سب این دختر چی میخواد از جون من آخه؟ اینجوری نگید، ناراحت میشه. چیه دختر، چیه؟ بیا بیرون باید حرف بزنیم. بیرون سرده، همینجا حرف بزنیم دیگه، سرده میشه. گفتم بیا باید حرف بزنیم. نوی ناشه، یه چیزی بپوشم بیام. شما از شخه دخترم، تو دیگه چیه جون من میخوای؟ خیلی خب بریم اینم چی میگی؟ چی میخوای؟ چیه؟ از جون من چی میخوای؟ دختر بگو زودتر خلاصمون کن، بگو سنده دیگه، بگو زود باش. تو بودی که گزارش دادی، من فهمیدم. آدم با بچه های خودش این کارو میکنه؟ آدم میره بچه های خودشو لو میده؟ چجوری این کارو کردی؟ دختره بودم، من در واقع شما رو لو ندادم، خودم رو لو دادم. خب مراقبتون نیستم، من یه دروغه. چیه؟ خب مراقبتون نبودم دیگه، اقرار کردم که نمیتونم نگهشون دارم، حضانتم دادم به تو. خب حالا بابای خوبی شدم دیگه، بهترین بابای دنیا، حالا چی شده؟ اگه خبرچینی نمی کردی این اتفاقا نمی افتاد. واقعا برات متاسفم، این کارم کردی، برات متاسفم. فکری، فیلیس چی میگفت؟ زیاد مهم نبود. دختر خاله جون، تو خونه نوشیدنی داری؟ نوشیدنی؟ ما آره داریم. صبحونه چی؟ نمیخوای بخوری؟ خیال صبحونه، الان یکم نوشیدنی لازم شده، اما اون باشه واسه بعد. آخه این بساط نامزدی چیه برام درست کردی پسر؟ بس دیگه مامان، با تو هم نمیشه حرف زد. داری دامادی پسرتو میبینی دیگه، چی میخوای؟ بله حالا میبینی، ولی چرا اینجوری؟
انگار دنبالتون کردن. اومد. میخوای جلوش گوسفند سر ببرم؟ مامان جون، مامان خوشگلم، پاشو اینو ولش کن. باشه. با هم بیا بریم. باشه. اوف. بیا بریم استقبالش. خوش اومدی دخترم. مامان. بیا تو. خوش اومدی. ممنون. بذار کمکت کنه. نه خوبه، ممنونم. باش. نامزدی و تو قهوه خونه میگیریم. مامان صبر کن، تازه از راه رسیده. چیزی میخوری؟ چیزی نمیخوام، ممنونم. بله تو قهوه خونه نامزدی رو میگیریم که فقط نزدیکامو باشن، زیادم خرج نکنیم. باشه دخترم، هر جور که شما جوونا بخواین، مهم نیته. میگن وقتی دوتا دل یکی بشه زمان دیگه اهمیتی نداره. وقتی شما خوشبخت باشین ما هم همیشه خوشحالیم. من برم یه چای بریزم. تو بشین پسرم. مگه چیه مادر، میارم دیگه. نه من آب میخوام. آب. باش. فلیس دخترم، من یه چیزی شنیدم. تو مگه نامزد نداشتی؟ من اینجوری شنیده بودم. خب نه اونجوری هم نبود. همه چی به گوش من میرسه، واسه همین بی خودی دروغ نگو. من فقط ازت میخوام که پسرم رو اذیت نکنی. اون تو رو با یه احساس پاک دوست داره، لطفاً اینا رو از بین نبر. بفرمایید. ممنون. نوشه جان. مامان تو هم با ما میای قهوه خونه؟ نه پسرم، شما برین، من بعدن میام. خب باش. چی کار میکنی؟ نمیتونم طاقت بیارم، میخوام به باریش زنگ بزنم. زنگ نزن. دلم کن. طوفان زنگ نزن، دیوونه نشو. وای. بله طوفان. الو.
تو که جایی نرفتی ها؟ نه هنوز نرفتم. این کارای دادگاه تموم بشه شاید چیزی لازم بشه، ولی بعدش حتما میرم. چی شده؟ باشه داداش ببین الان پاشو سری بیا قهوه خونه. باشه. چی شده؟ بیا دیگه کار فوریه بیا. یالا باشه الان میام. باشه. تو چی کار کردی؟ زنگ زدم دیگه چی کار کردم؟ واسه چی؟ آها فلیز اومد. چه خوشگل شدی. خوشگل چیه بابا؟ زودتر تموم شه بره راحت شه. باشه وایسا پالتو تو بده به من. سلام خاله جان، خوش آمدی. سلام. بفرمایید. خوش آمدی. خوش آمدی عزیزم. مبارک. نیستن که خب این مال منه. اینجا چی کار میکنه؟ جمیل ببخشید پلیز یه لحظه. تو اینجا چی میخوای؟ برو بیرون. میگم اینجا چی کار داری؟ برو بسه بسه پسرو جمیل تو برو پیش فلیس. برو برو بیا بریم یه داداش بیا. ولم کن بابا ولم کن. ببینم برای چی گفتی بیم اینجا ها که با چشای خودم ببینم؟ این واسه چی داد میزنه؟ ولش کن بیا کارمونو بکنیم. دستمون کن. این نامزد قبلی دختره نبود؟ چه آبروریزی شد. بابا من چه میدونستم اینجوری میشه. من گفتم بیا که فیلیس شاید تو رو ببینه بیخیال شه. باریش داداش نمیبینی دختره چطوری داره پرپر میزنه؟ فقط میخواد خواهر برادرشو بگیره، چیز دیگه ای نیست. مادر بذاری دستتون رو ببوس. طوفان برو آهنگ بذار. باش. ازتون ممنونم. ممنون.
روزه چی؟ چی کار کنم رسم دیگه؟ فلیس؟ Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım sabahlar. Kokladığım eşya. رحمت، حاضری؟ حاضرم آبجی. چطوره؟ وای خیلی خوشتیپ شدی. واقعا؟ آره. کاش اینو یه روز بهتر میپوشیدی. عروسی چیزی؟ آبجی امروز مثل عروسیه دیگه. بچه ها رو میگیریم و میاریم. آره؟ آره؟ وای خدا کنه. ببین ولی بعد هی نگی تلویزیون رو خاموش کن و فکرت آروم باشه و اینا، باشه؟ نه بابا آلوز نشو، اینا رو نمیگم. بعد پشیمون نشی. او ساکت شو. طولایی نه اومدن. صبح بخیر. صبح بخیر. آماده این با هم بریم؟ منتظر طولایی هم که بیاد. پس من میرم صداشون کنم. باشه. بیا تو. باشه میام. چقدر قشنگ شدی.
ممنون. استرس داری؟ خیلی. فلیز، همه چی خوب میشه، من مطمئنم. واقعا؟ ایشالله، امیدوارم. حتما طولایی اینا اومدن. اومدی؟ حاضری؟ آره، صبر کنی. وای من خیلی استرس دارم. خوبی طولایی خانم؟ خوبم جمیل، تو چطوری؟ ممنونم، خوبم. سلامتی، اگه آماده این بریم، دیر نشه. بریم، ولی ماشین من باز بازی در آورده. اگه با ماشین تو بریم که مشکلی نداره ها؟ نه بابا، چه مشکلی؟ مامانم خودش با همسایه ها میاد. ما هم میتونیم بریم. زود باش فلیس. اومدم. دست تو بدم. استرس دارم. والا منم استرس دارم گیلاس جون. منم استرس. بچه ها ماشین آماده است. زود باشیم بریم. زود باشیم. بریم. بیا. بیا عزیزم. زود باش. بفرمایید. دادگاه و بنا به دادخواست حضانت فیلیز الیبال شروع می‌کنیم. نماینده مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست، خانم ریحان ایلماز. بفرمایید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. مدارکتون برای خانواده الیبال چیه؟ وقتی که درباره خانواده الیبال به همون گزارش دادن، رفتم و دیدم بچه هایی که تحت سرپرستی فکری الیبول هستن در وضعیت نابسامانی به سر میبرن. پیرو همین امر برای حفظ بچه ها اونا رو به محل نگهداری اطفال بی سرپرست منتقل کرد. دلایلی که دارین حمله بر عدم حمایت مالی هستن. از چه جور نابسامانی صحبت میکنین؟ دلایل زیادی موجوده. مهمترینش اینه که پدر مادر ندارن. و در بازدید دوم پدر فکری الیبول وضعیت عادی نداشت. قربان موکلم فیلیز الیبول تا امروز مسئولیت نگهداری از خواهر و برادرش را به عهده داشته. برای همین خواستار سپردن حضانت خواهر و برادرش به خودش هستیم. توی پرونده مدرکی موجوده که فکری الیبول نسبت به واگذاری حق حضانت بچه ها هیچ گونه اعتراضی نداره. به ادعاشون گوش میدیم. فکری الیبول؟ جناب قاضی، من برای دادن حضانت بچه ها به دخترم فیلیز الیبول اعتراضی ندارم. من به هیچی اعتراضی ندارم. سکوت رو رعایت کنید لطفا. دخترم، طلب حضانت 4 برادر و خواهر تو کردی. هنوز خیلی جوونی. برای همچین مسئولیتی آمادگی داری؟ آقای قاضی، من چندین ساله که از خواهر برادرام نگهداری میکنم. شرایط مالیمون خیلی خوب نیست، درسته، اما من هر کاری از دستم بر بیاد به خاطر اونا انجام میدم. توی شرکت ساختمانی به عنوان منشی کار میکنم، نامزد دارم و قرار ازدواج کنم. نامزدت اینجاست؟ بله.
اینجا هم جناب قطری. من جمیل انگیل، نامزد فیلیس خانم هستم. خب شما قراره بعد از ازدواج کجا زندگی کنید؟ قراره با فیلیس و خواهر برادرش با هم زندگی کنید جناب قاضی. ضمناً مادرم اینجا هستن. خیلی دوست داره از خواهر و برادرای فیلیس نگهداری کنه. یعنی منظورم اینه که هممون با هم می‌خوایم یه خانواده بزرگ باشیم. جناب قاضی، برای شناخت بهتر از قابلیت که فیلیس الیبول، خواهش میکنم صحبت های خواهر و برادرشم بشنوین. بله، صحبت بچه ها رو میشنویم. بفرمایید. میخوام بدونم که خواهرتون چطور میتونه مسئولیت شما رو به عهده بگیره. ضمن میخوام بدونم که بودن در محل نگهداری از کودکان به نفع شماست یا به ضررتون. درباره خواهرتون چی میتونین به من بگین؟ جناب قاضی، ما توی محل سرپرستی کودکان شاید امکانات و شرایط خوبی داشته باشیم، اما برای ما چیزای با ارزشتری هم هست. خواهرم خیلی خوب از همون نگهداری میکنه، به مشکلاتمون هم رسیدگی میکنه. تو خونمون هم همیشه خواهرمی که برامون غذا آماده میکنه، هم صبح هم شبا. همیشه اولویت اولش ما هستیم، بعد خودش. باور کنیم به خاطر این کارش از دستش عصبانی هم میشم. حتی خواهرم به خاطر اینکه ما درس بخونیم از تحصیل خودش گذشته. آخه کی همچین کاری میکنه جناب قاضی؟ کی بهتر از اون میتونه از ما مراقبت کنه؟ ما یه خانواده هستیم. ما رو از هم جدا نکنیم. شما چه نظری دارین بچه ها؟ میخواییم پیش خواهرتون بمونیم؟ آبجیم بازمون مثل مادره، ما رو از خواهرمون جدا نکنید. من نه جای دیگر رو نه کس دیگر رو میخوام، من خواهرم رو میخوام. میتونیم برگردین سر جاتون. ببین دخترم، اگه قایم بشی از نظر حقوقی مسئولیت سنگینی داری. این یه تصمیم جدیه. برای هر اتفاقی که براشون بیفته تو مسئولیت داری. همیشه تحت نظر قانون هستی. علاوه بر این هر دو سال یک بار باید حضانت رو تمدید کنی. توان پذیرش این مسئولیت رو داری؟ من تو امروز نذاشتم هیچ اتفاقی واسه شون بیفته، بازم نمیذارم. اونا خیلی بچه های خوبی هن. من هر کاری از دستم بر بیاد براشون انجام میدم. قول میدم همشون تحصیلشون رو ادامه بدن. ببین دخترم، تو خواهر خوبی هستی اما خیلی جوونی. این بچه ها آینده میخوام. میگی نامزد داری ولی این برای من کافی نیست. فقط زمانی که سند ازدواج رو بیاری میتونم حضانت رو به تو بدم.
خاک. دادگاه بررسی تعیین واگذاری حق حضانت به فیلیز الیبول تا بعد از ازدواج ایشون و ارائه سند رسمی به تعویق خواهد افتاد. چجوری میتونیم سریع تر این کارو تموم کنیم؟ منظورت کدوم کاره؟ ممنونم. منظورم ازدواج دیگه. جور دیگه ای نمیتونیم بچه ها رو پس بگیریم. خب راستش نمیدونم. یعنی چیزی به اسم ازدواج فوری نیست؟ هانتولای، مگه همچین چیزی نیست؟ زودتر تمومش کنیم دیگه. خب راستش آره خب من شنیدم میشه. بفرما. خب فیلیز بدون اطلاع مادرم که نمیشه کاری کرد، اون از چیزی خبر نداره، فکر میکنه همه چی واقعیه. باشه جمیل، ولی دیدی که قاضی چی گفت؟ من راه دیگه ای ندارم که بچه ها رو پس بگیرم. خب باید زودتر این کار بکنی. فقط این کاری که میگی ازدواج فیلیز، بچه بازی نیست که. درسته، حق داری. خب دیگه من برم، دیر وقته، فردا در موردش حرف میزنیم. باشه، تا دم در باد میام. شب بخیر. سلامت. شبت بخیر. جدی جدی کار اینا چی میخواد بشه؟ تو رو خدا تو دیگه هی نگو کار. به نظرت عروسی کردن کار آسونیه؟ واقعا که حالا تو این وسط هی به من سرکوف بزنم. بابا من چه سرکوفتی زدم؟ ای بابا، مگه من چی گفتم؟ اینجوری نگام نکنین. یه کاریش میکنیم دیگه. حداقل الان میدونیم باید چی کار کنیم، مگه نه؟ آره خب، با کسی که دوستش نداری عروسی میکنی. خب معذرت میخوام فیلیس، من برای گرفتن بچه ها هر کاری لازم باشه میکنم. اصلا نیازی نیست بخوایم این قضیه رو به چیزای دیگه ربطش بدیم. این یه ازدواج فرمالیت هست. جمیلم کمکم میکنه. آره عزیزم، همینطوره. مرگ که نیست چاره نداشته باشه. بچه ها رو برمیگردونیم خونه. خیلی خوب دیگه، پا شما هم بریم. فیلیزم یکم استراحت کنه. پاشو. باشه بریم. عزیزم جان من یه چیزی بخور. چایت هم که نخوردی بابا، بذار یه چیزی از گلوت بره پایین، اینجوری که نابود میشی. باشه. خیلی خوب، شبتون بخیر. میخواییم بعد از ازدواج کجا زندگی کنیم؟ قراره با فیلیز و خواهر برادرش با هم زندگی کنیم جناب قاضی. ضمناً مادرم هم اینجا هستن. خیلی دوست داره از خواهر و برادرای فیلیز نگهداری کنه. یعنی منظورم اینه که هممون با هم میخواییم یه خانواده بزرگ تشکیل بدیم. کجا بودی؟ چرا رفتی؟ چرا هیچی نگفتی؟ من فکر کردم اتفاقی واسه افتاده. آبجی Thank you.
به خاطر ما مجبوری هم به چه کارایی بدی. آفتابم میخوره، باید مرتب بهش آب بدی. باشه، یادت میمونه مراقبش باشی. این چه قیافه یه پسر؟ یعنی جدی جدی فکر کردی میری خونه؟ از این حرفا زیاد میزنن. مادر منم به وقتش زیاد از این حرفا میزن. خواهرت حرف مف میزنه. خواهر من حرف مف نمیزنه. آره بابا معلومه. در مورد خواهر من درست صحبت کن. خواهر من اینجور آدمی نیست. اگه قول بده پای قولش میمونه. حالا نفهمم چی میشه. خودم بهت میفهمونم. هی بچه‌ها، اینجا چه خبره باز؟ هنوز یونیفرمتون رو نپوشیدی؟ زود باشین، سرویس ها منتظرن. زود باشین، سریع. فکرم شما هم از دوشنبه میرین مدرسه جدیدتون. میدونستی این مدت میتونی از اتاق مطالعه استفاده کنی و درساتو بخونی. خب دیگه من میرم. خانوم اینجا توپ بسکتبال داری؟ جمیل صابونه آماده است. زودتر اومدم. دست درد نکنه مادر. میخواستم باهات حرف بزنم. این قضیه ازدواج با فیلیس رو باید یکم سریع تر پیش ببریم. همین روز عقد میکنیم. گفتم خبر داشته باشی. که چی بشه؟ این دیگه چه مدلشه؟ همین گفتم که خبر داشته باشی. باشه، عصبانی نشو. دیشب که اومدم خونه میخواستم بهت بگم ولی خواب بودی. معلومه که نمیشه. اون از اونجور هول هولکی نامزدی گرفتنتون که آبرومون جلوی همه رفت، حالا میخوای اینجوری عقد کنی تموم شه بره. نه مادر، به خاطر اینکه فیلیس بتونه زودتر حضانت بچه‌ها رو بگیره. خودت که میدونی ساده من، بچه‌ها نه تو کوچه موندن نه گشنن. میگم نکنه این دختره به خاطر گرفتن بچه‌ها میخواد باها درسی کنه. نه مادر، این حرفا چیه؟ ما هم دیگر رو دوست داریم، خودت هم میدونی. این موضوع که پیش اومد گفتیم یکم بجنبیم. همین. من این حرفا سرم نمیشه. ازدواج هول هولکی نمیشه. من یه دونه پسر دارم. باید ازدواجش با تشریفات کامل باشه، وگرنه شیرم و حلالت نمیکنم. خدا این حرفا رو دیگه نزن مادر. من گفتنیا رو گفتم. تو میخوای دستی دستی خودتو فدای این دختره کنی، اما من هنوز نمردم. نمیذارم. ای بابا. نه طولای پاشو، من باز دیرم شد. مگه ساعت چنده؟ طولای اون پیرن آبیه من کجاست؟ عزیزم همون جاست دیگه، اوتو کردم گذاشتم اونجا.
بابایی، همه جام درد میکنه. منم ایزون نیستم، سرم داره میترکه. بعد از دادگاه احساس میکنم کامیون زیرم گرفته. خدا میدونه فیلیس چه حسی داره. واقعا سخت، خدا خودش کمکش کنه. عزیزم میخوام یه چیزی بهت بگم. چیه بگو؟ یکم دیر شده. خب اگه دیر شده چرا این اسب خوابیدی پاشو دیگه؟ عزیزم تو چرا انقدر خنگی؟ یه جور دیگه دیر شده، بفهم دیگه. آها خدایی، چند روزه؟ یه هفته است، تو همین ماهیه. یه هفته؟ ببین میگم نمیدونم، بهتره زیاد شلوغش نکنیم که مثل دفعه قبل نشه. اول مطمئن بشه. خب پس چیز کنیم، از این تستا بگیر. پاشو. نه اصلا این تستا رو نمیخوام، میرم بیمارستان دکتر ببینه مطمئن میشه. آخه من اصلا طاقت ندارم، از شدت هیجان میمیرم. عزیزم به محض اینکه جواب بگیرم خبر میدم. خبر میدم بهت. باشه؟ حتما خبر بدی. یا من دیگه برم، زنگ میزنم. باشه عزیزم. لباس بپوش. نه خم بابا، حواس واسه آدم نمیذاری دیگه. خنگی دیگه. من پاشم حاضر شم برم. برو. عزیزم دست نکن، صابونت رو بخور. نابجی من میخورم، خودت یه چیزی بخور. یه لقمه هم نخوردی. تو به من چی کار داری؟ بخور، باید بری. بازم دیشب تا صبح نخوابیدی. دیدم آروم خوابیدی، کلی زخ کردم. بازم صبح شد، روز از نو، روزی از نو. صبح بخیر. صبح بخیر جمیل. میشه بیا یکم حرف بزنی با مادرم صحبت کنی؟ آه باشه الان میام. راستش به مامانم گفتم به خاطر گرفتن حضانت بچه ها مجبوریم هرچه زودتر عقد کنیم که قائله بخوابه، ولی متاسفانه مامانم میگه بدون مراسم مفصل اجازه نمیده. جمیل چه مراسمی؟ ما مراسم میخواییم چیکار؟ یه عقد فرمالیته هست. من که من میدونم، ولی مامانم اینو نمیدونه. نمیشم بهش گفت، واقعا شرمندم. من به خاطر تو هر کاری میکنم، ولی نمیتونم حرف مامانم رو نشنیده بگیرم. باید اونم درک کرد، سن و سالی ازش گذشته، آرزو داره عروسی منو ببینه. منظورم اینه که تو باید لباس عروس بپوشی، یعنی تا شکل عروسی واقعی نشه نمیتونم کاری بکنم. با این شرط ازدواج میکنم. متوجه شدم، کاریش نمیشه کرد، این کارم میکنی. قبول میکنی؟ چاره دیگه ایم دارم، مادرت حق داره. باشه، نگران نباشی، عروسی خوب میگیریم. برای من فرقی نداره، هر جور مامانت دلش میخواد. ممنون که درک کردی. منم از تو ممنونم که کمکم میکنی. پس بعدن میبینمت. تا بعد. اینجا چه غلطی میکنه؟ آه اینجا چی میخوای؟ دوباره چرا سر کلت پیدا شد؟ اومدی دعوا رو انداختی بس نبود، پاشادی دادگاه اومدی. مگه بهت نگفتم گورتو گم کنی؟ انگار دلت میخواد بچه ها رو به خاطرت بندازن تو زندان. ها به خاطر من آدمای بیگناه ها میندازی زندان؟ آفرین، خیلی معلومه فیلیسو دوست داری. بچه ربطی نداره فیلیس چقدر منو میخواد، فهمیدی؟ برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنن. تو باعث شدی اینجوری بشم، فهمیدی یا نه؟ به خاطر تو کار به اینجا کشید. تو واسه فیلیس تموم شدی، فهمیدی؟ واسهش مردی، تو براش مردی. من شروع شده. باشه ببینم،
بیا بیا بیچارت بکنم. بیا جلو. میکشمت واریش وزی جاران داری بیر جلو بلم کنش بلم کنش میکشمت جمیل برو کنار. چه خبره جمیل ولش کن. اونا تا ارزش حرف زدن هم نداره. اینجا چه خبره؟ از این محله گم میشی میری. باریش فهمیدی یا نه؟ مجاسا تو چی میگی؟ من اینجا نمیرم. پس نمیخوای بری؟ فلیز این آدم عوضی. آره من دوستم. آره ماشین میدوزیدم. شنیدید؟ من دوستم. آره ماشین میدوزیدم. آره یعنی چی؟ پس یعنی اون ماشینه که همشونو من دزدیدم. ما داشتیم به خاطر تو به غم میرفتیم پسر. قضیه چیه آبجی؟ ما یعنی من و حکمت فکر کردیم ماشین مال باریشه، سوار شدیم، بعدش سورا جمیل ما رو گرفت، نزدیک بود به خاطر این بیافتیم زندان. خب دیگه رحمت ساکت باش. یعنی چی؟ راست میگه. درسته فیلیس، بفهم دیگه. واسه اینکه من از تو دور کنم داره از بچه‌ها چی چیزی است؟ دروغ میگه. پس به خاطر این رفتی ها؟ داری چی کار میکنی؟ فلیز بچه ها توفان دخالت نکن. برادرای من تو ماشینی که دزدیدی دستگیر میشن. این تو رو تهدید میکنه، اون وقت تو هم منو ول میکنی و میری؟ پرسیدم اینطوریه؟ جواب بده، جواب بده، جواب بده، لعنتی خدا لعنتت کنه، جواب بده. فلیس کاش اصلا برم نمیگشتی. فلیز ولش کن، بس دیگه، ولش کن بره. فیلیز، فیلیز، آبجی وایسا. آبجی ما نمیدونستیم که ماشین دزدیه. به خدا قسم نمیدونستیم. به نظرت ما دزدی میکنیم؟ رحمت من دیگه تحمل شنیدن یه دروغ دیگه ندارم. فیلیز به خدا دروغ نمیگم. فیلیز وسقلیا، شما کجایین؟ دو ساعتی دارم دنبالتون میگردم. داداش اومدیم پیشت، دیدیم خوابیدی. آره امروز خواب موندم. اسمت کجاست؟ چی؟ اسمت کجاست؟ آن اسمت توی مهده، رفتم دیدمش. خوبه داداش، بیا بازی کنی.
بذار ببینم. که چیه؟ حالا تو یه چیزی از من بهتری بعد پوزشو بدی فورا؟ بیا یه بار دیگه. نه من الان دارم میرم، عصری میام بازی میکنیم باشه؟ کجا میخوای بری؟ از مدیر اجازه گرفتم چند ساعت میرم بیرون، میرم سمت خونه، یه سرم به فریز میزنم میام. داداش میشه ما هم بیایم؟ فکرم شما سنتون کمه. از مدیر پرسیدم که شماها رو به خودم ببرم ولی اجازه نمیدن دیگه، کارش نمیشه کرد. چیزی میخواین وقتی میام از خونه براتون بیارم؟ آره، اون لباس صورتیم با اون عروسکی که داداش باریش برام خریده بود. باشه میارم، میارم. خب دیگه من رفتم، شما هم دیوونه بازی در نیارین. داداش مگه قرار نبود تموم شه؟ مگه نگفتی دیگه بر نمیگردیم اینجا؟ درسته فکرت، اونجوری که فکر میکردیم نشد بریم. خب چی کار میشه کرد؟ نباید امیدوار باشیم؟ هنوز که پرونده بسته نشد، فقط به یه دادگاه دیگه موکول شد. به نظر من که بعد از اون یکی دادگاه دیگه بر میگردیم خونمون. به خدا. ببین فکرت، بعضی چیزا زود حل نمیشه، باید صبر کنیم. ما منتظر میمونیم دیگه، چی کار میشه کرد؟ خب مجبوریم دیگه. آفرین خواهر کلم، چه حرفای قشنگی میزنه. یکم از گلاس یاد بگیر تو. خیلی خب گوش کنین، کنار هم میمونیم، امیدمون هم از دست نمیدیم. اگه روزا رو بشماریم زودتر برامون میگذره. خیلی خوب، تا بعد. فکرت به منم یاد میدی؟ آبجی گفتم دیگه، من رفته بودم مهمونی این دختره، وقتی داشتم میومدم کیف پولمو گم کردم، به تو زنگ زدم، گوشی دست حکمت بود، اون جواب داد، گفتم بیا اینجا دنبالم، با مینیبوس و اتوبوس برگردیم، باریشم ما رو سر را دید. آره دقیقا همینطوره. باید برای دروغ نگفتن توافق باشه کنیم. توافق کنیم باشه، از اول شروع میکنیم. من فیلیزم. منم باریشم. این اینجا چی کار میکنه؟ چنگیز دوزده؟ چه خبره باریش؟ سلام علمم که نمی کنی. شما از کجا هم دیگر رو میشنسی؟ مگه نمیدونی؟ من و باریش با هم کار میکنیم، یه جورایی شریک به حساب میای، مگه نه باریش؟ چنگیز راست میگه، کلنگ یادم رفته بود، من و چنگیز تو رستوران با هم همکار بودیم، اونم تو پارکینگ بود، ولی تو زودتر رفتی دیگه مگه نه؟ برای همین اول نشناختم. پاشو بابا بیا در باز کن، من دارم میبینم ات اونجایی. صوفه ولی متعالی باریش خم. وای 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 خونه مرحوم نومانو باش.
حتما خیلی واسه اینجا خرج کرد ولی اصلا نتونست حالش رو ببره. رفت که رفت، همه چی به قسمت بنده قسمت. اینم که حسابه یرمه. خیش کلید رو داره. وایسه فیستا باریش کجا داری میری بابا؟ بشین یکم گپ بزنیم. باریش بسرم من دیشب تا صبح فکر کردم. میدونی خب منم به اندازه یه ارزن وجدان دارم. وقتی به بچه های بیچارم فکر کردم قلبم سوت کشید. نه بابا بی خیال، من اصلا را نداره من اونجا بمونم. وقتی بچه هم تو اون خونه دارن سختی میکشن من نمیتونم اینجا بمونم، ولی هر ما میام کرایه ازت میگیرم. فکر کنم درست متوجه نشدم، واسه خونه خودم ازم اجاره میگیری؟ اتفاقا درست متوجه شدی، این خونه که مال تو نیست، مال منه پسر. خودت دادیش به هم، یادت رفت؟ حالا اگه بخوای میتونم برم دادگاه دوباره حضانتم فصل بگیرم. به خدا میرم میگیرم و سری میرم سری میام. قبوله. پس کرای ما اولا بده بیه. آقا فکری دیگه داری شورشو در میاری؟ بذار آخر ماه بشه بعدش دیگه. باش اشکلی نداره، آخر ماه میام میگیرم. خیرشه ببینی، ایشالله به خوشی و خوبی اینجا زندگی کنی. ولی خودمونی با خوب خونه گیرت اومد. آره مرتی که کرونایی. حکمت چه خوب شد اومدی، چند روز همش فکرم پیش تو مونده. واقعا نیازی نیست نگران باشی، حتما رحمت بهتون گفته بود. تا وقتی این مسئله حل بشه نمیتونم بیام مغازه. اینا رو جا به جا کنم؟ نه بابا ولش کن، من خودم میذارم. تو بیا بشین ببینم. بیا بیا بشین. خب بگو ببینم حالت چطوره. من خوبم، همه چیم رو به راهه، فقط سختیش اینه که از اینجا دورم دیگه، چیکار کنم؟ تو رو هم اینجا دست تنها گذاشتم، ببخشید. نه بابا این حرفا چیه، همین که خوب باشی کافیه. چیزی لازم نداری؟ نه ممنون، چیزی لازم ندارم. میخوام برم رحمت رو ببینم، میرم مدرسه اونجا میبینمش، پس دیگه برم. باشه برو. یه لحظه وایسا، یه لحظه. اینو بگیر، اونجا لازمت میشه. این کارا چیه؟ پیشت باشه دیگه. نه نیازی نیست، ممنونم. خسته نباشی. خب رفیق، نمیخوای بگی صورتت چی شده؟ چیزی نیست بابا. خب یعنی چی؟ با کی دعوا کردی آخه؟ گفتم که مهم نیست، ولش کن، بیخیال بهش فکر نکن. اگه مشکلی هست بگو بدونیم، بالاخره ما هم هستیم، اگه مشکلی باشه حلش میکنیم دیگه. میدونم داداش، ممنون، خودم حلش میکنم، مسئله مهمی نیست، گندش نکن. خدانی Yeah.
بش جوجه بپر بر یه دونه از اون خونکاش برده بیا. اوی دارم با طرف میزنم ها، اینو نگاه کن. اوی بچه من اصاب مصاب ندارم ها. ای تیفون این شاگردت یکم ادب بکن بابا، کاسبی که اینطوری نمیشه. آقا فکری یه سوال دارم. ما دیروز با هم از یه دادگاه اومدیم بیرون، درسته؟ داداش من زندگی فیلیز داغون شده، اون وقت تو رو که میبینم انگار نه انگار تنها دغدغت همین زهر ماریه. شاهدم داریم که حقوق تو کامل خرج کرد. کی دیده کی ها؟ باور کن همش بهتونه. بیخیال بابا، همه دیدن دیگه، چرا انکار میکنی؟ تو چرا هر وقت پول تموم میشه میای اینجا؟ چی از جونم میخوای؟ ای تیفون رفیق چه مرگت ناراحتی؟ بیخیال بابا، من که بزازین خراب شده جایی دیگه نمیرم، میدونی که اینا به من تهمت میزنن. ادعاشو ببین. خب داداش من، اینجا خبری از نوشیدنی نیست، هر چی میخوای برو جای دیگه. فکری تو که خدا رو شکر سالمی، برو کار کن. چه کاری آخه، من تو این سن و سال کار میخوام چیکار؟ شانس گند ما، یه وقتی آجر در میره میخوره تو سنم، کلی باز پول دوا درمون بدم. این که خوبه، اگه موقع کار بلای سرت بیاد بیمه بهت کلی پول میده. خوش خیال، اون مال خارجه، من خودم اونجا آسیب دیدم الان دارم اینجا حقوقشو میگیرم. نه بابا اینجام هست. چجوری؟ اون پسره که پیش جعفر کار میکرد دستش مون زیر دستگاه له شد، تمام خرج بیمارستانش که دادن هیچ، هر ماه حقوقشو بهش میدادن. نه بابا تو نمیری؟ جون تو روش اوه توفی، یه نوشیدنی خورک داده بیا که کیفم کوک شد. اینجا از این خبرها نیست، ما اینجا فقط چایی داریم. شکندت دزنه. الو کجایی پس طولای مردم از نگرانی، دکتر چی گفت؟ چیزی واسه گفتن نبود، من اومدم خونه الو خونه. طولای حالت خوبه؟ باشه باشه الان میام. یوسف حواست به مغازه باشه. موسی حکمت اینجا چی کار میکنی؟ چرا خبر ندادی؟ گوشی هم که نداری. دقیقا، موبایل که ندارم، با تلپاتی از مردم خبر میگیرم دیگه. چه خوب، منم احساس کردم که اینجایی. چه خبر؟ هیچی، تو چی؟ اوضاع پرورشگاه چطوره؟ اوضاع پرورشگاه خوبه دیگه، همه چی رو بره، فقط شبا هیچ کاری نذاریم بکنیم، آدم حوصله‌اش سر میره، ولی در کل همه چی رو بره. فهمیدم. داداشم پسر تو اینجا چی کار کنی؟ داداش پسرم زمین. چطوری حکمت، خوش اومدی؟ من خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. میگم این که آدم به عنوان مهمون بیاد مدرسه خودش یه جوریه، احساس غریبی میکنم. پسر چطوری اومدی بیرون؟ حکمت نکنه فرار کردی؟ نه داداش، اونجا که زندون نیست، از مدیرمون اجازه گرفتم اومد. چه خوب. خب دخترا میدونین دیگه، من و داداشم باید در مورد چیزای مهمی حرف بزنیم، پس فعلا تا بعد. باشه بعدا میبینم. خدافیز. ببین این دختر چقدر ناز داره. اوف چرت و پرت نگو رحمت، خدافیز. نه از دوستت یاد بگیر. باشه داداش گل خودم. پسر باورت نمیشه دقیقا به موقع اومد. چی شده؟ صبح باریش و جمیل تو کوچه دعوا کردن. نه بابا. آره به زور جداشون کردی. خب حالا این یکی رو گوش کن. این آقا باریش ما بود. خب دوست بود داداش. شر و ور نکن. به خدا خودش گفت. پس اون قضیه ماشینی که ما دقیقا درسته، اون ماشینم دزدی بوده. حالا خبر اصلی رو نمیدونی پسر. چی شده رحمت جون به سرم کردی؟ میدونی جمیل وقتی ما رو آزاد کرده چی کار کرده؟ چی کار کرده رحمت بگو. پسر به باریش گفته اگه از اینجا نری بچه ها رو میدازم زندان. نه بابا جمیل همشون چیزی نمیگه. گفته دیگه، یارو رسما از همون سوء استفاده کرده. میدونی چی کار کنیم؟ به نظرم بهتره بریم پیش باریش، بریم از اون بپرسیم، اونم این آدم به همون راستش میگه. درسته بریم. تونای عزیز دلم، آخه واسه چی گریه میکنی؟ ما که میدونستیم ممکنه چیزی نباشه، حالا بازم سعی میکنیم. چی رو سعی میکنیم توفان؟
دکترها صد بار گفتن دیگه ما هیچ وقت بچه دار نمیشیم. امروز یارو وقتی منو باز تو بیمارستان دید تعجب کرد. آه بروم جلو مردم را. باشه عزیزم خودتو ناراحت نکن، مهم نیست، من که بچه نمیخوام، من با تو خوشبختم. ولی من میخوام، دلم میخواد مادر شم. باشه عزیزم بس دیگه، قصه نخور درست بشه.